السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز گرامی، انشاءالله که همه شما خوب سرحال جان جور باشین، هر جایی که باشین. رامین هستم و امروز میخواستم درباره پنج راه‌ها برای دادن صدقه بدون پول صحبت کنم، انشاءالله که خوشتان بیاید. چندین بار می خواهید که صدقه را بدهید اما پول ندارید. شما می خواهید که به یک سازمان امداد یا سازمان های خیریه کمک مالی کنید، اما منتظر می مانید تا آخر ماه که پول کاری به دست بیارین. اما بسیاری از ما اشتباه داریم و فکر می کنیم که صدقه باید پولی باشد. بله، صدقه به صورت نقدی تشویق می شود و از آنجا که اکنون افراد زیادی در جهان به شدت نیاز به کمک مالی دارند، ما یکدیگر را تشویق می کنیم که از ثروت خود استفاده کنیم. همه چی اتفاق می افتد که نمی توانید پول صدقه را پس انداز کنید. آیا با این معنی هست که انوز نمی توانید به شکل دیگر بدهید؟ نه خیر. در حقیقت راه‌های زیادی برای صدقه دادن بدون استفاده از پول وجود دارد. اول، صدقه با ذکر. آیا می‌دانید تسبیح گفتن کردن به خداوند جل جلاله نوعی از صدقه است؟ در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم حادثه‌ای افتاد که اصحاب ثروتمند در مسجد پول و چیزهای دیگر را به عنوان صدقه اهدا می‌کردند. یکی از اصحاب پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم بود که هیچ پول و اموالی برای دادن نداشت و این باعث شد که او احساس بی‌مهری کند و از پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد عدم توانایی خود در دادن شکایت کرد. یا رسول الله، ثروتمندان پاداش همه پاداش را گرفته اند، آنها مانند ما نماز می خوانند و آنها از ثروت خود صدقه را می دهند. بر این اساس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا خداوند برای شما راههای تجویز نکرده است که بتوانید صدقه را نیز به آن بدهید؟ در ار احلام تسبیح و ستایش الله جل جلاله یعنی گفتن سبحان الله یک صدقه وجود دارد و در هر تکبیر یعنی گفتن الله اکبر یک صدقه است و در هر جشن مدحی گفتن الحمدلله یک صدقه است و در هر علامه یکی بودن او لا اله الا الله صدقه است و در امر بالمعروف صدقه و در نهی عن منکر صدقه است. این در کتاب ریاض الصالحین ذکر شده است. بنابراین ممکن است پول کافی نداشته باشید که بتوانید صدقه را به صورت پول نقدی بدهید، اما بدانید که ذکر الله جل جلاله شما به عنوان صدقه حساب می شود. دوم، صدقه با اندامتان. شاید نتوانید مقدار پول پس انداز کنید، اما می توانید انرژی خود را برای کمک به افراد دیگر بدهید. شما می توانید به خانم پیر کمک کنید که چمنشان را بریزید، به والدین خود در انجام کارهای خانه کمک کنید، یا به عنوان یک داوطلب در مسجد کار کنید. ابن عباس رضی الله عنه می فرمایند که 360 مفصل وجود دارد و هر یکی از آنها هر روز مدیون صدقه است. هر کلمه خوب صدقه است. مرد که با برادرش کمک می کند صدقه است. نوشیدنی آب که می دهد صدقه است. برداشتن چیزی که بر مردم ضرر می رساند از جاده صدقه است. تمام اعمالی که در حدیث فوق ذکر شده موارد است که ما برای افراد دیگر انجام می دهیم، نه با پول بلکه با انرژی ما. بنابراین حتی زمانی که نمی توانیم پول نقدی پس انداز کنیم، باز هم می توانیم با داوطلب شدن در خدمت افراد دیگر صدقه خود را انجام دهیم. صدقه با دانش سهمش است. این روزها برای ما بسیار آسان است که دانش خود را با عنوان صدقه با دیگران در میان بگذاریم. بسیاری از افراد و بلاگ ها و وبسایت ها
وجود دارد که به اشتراک گذاری دانش خود به صورت رایگان اختصاص دارند. این یک عمل خیرخواهانه هست که به هیچ گونه هزینه احتیاج ندارد. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند بهترین انتفاق زمانی هست که یک انسان مسلمان دانش کسب کند، سپس آن را به برادر مسلمان خود بیاموزد. همه این موارد نوعی صدقه است، نه با پول بلکه با دانش ما. فقط به معارف اسلامی یا دانش قرآن محدود نمی شود. هر دانشی که آزادانه با شخص دیگر در میان بگذارید یک عمل خیرخواهانه هست. چهارم، صدقه با وقت شما. آیا تا با حال درباره وکلای طرفدار حرفه چیز شنیده اید؟ بله، آنها وکلای هستند که برخی یا تمام کسی های دادار خود را و خصوص برای افرادی که توانایی پرداختن هزینه های حقوقی را ندارند به صورت رایگان انجام می دهند. این یک نمونه کلاسیک از انجام با وقت شما و حتی دانش شما هست. از وقت خود به نفع شخص دیگر استفاده کنید و این برای شما صدقه محسوب می شود. شاید دوست شما مصاحبه شغلی داشته باشد و شما پیشنهاد دید به کودک نوپای او را پرستار کنید، یا اینکه آخر هفته داوطلب می شوید و یک سازمان خیریه برای کمک به نیازمندان کمک می کنید. همه این اقدامات و بسیار دیگر به عنوان یک عمل خیرخواهانه به حساب خواهد آمد. ممکن است هنگام انجام این کارها به بزرگی به نظر نرسد، اما تا زمانی که نیت صادقانه داشته باشید پاداش آنها را به عنوان یک کار خیرخواهانه دریافت خواهید کرد انشاءالله. وقتی به اطراف خود و اقدامات و روزمره خود نگاه می کنیم در می یابیم که کارهای زیادی وجود دارد که می توانه به عنوان صدقه انجام ده که فراتر از دادن پول است. بنابراین هر وقت فکر می کنید که توانایی پرداخت پول به عنوان صدقه را ندارید، احساس بدی نداشته باشید و یاد داشته باشید که هنوز تعداد بشمار از راه ها وجود دارد که می توانید از طریق آنها خیریه بدهید. امیدوارم امروز همه ما یک چیز نو یاد گرفته باشیم و اگر از این ویدیو خوشتان آمده باشد فراموش نکنید که برای من دعا کنید و این ویدیو را برای حسن نیت و اشتراک بگذارید انشاءالله. تا ویدیوی دیگر خوش باشین، جور باشین، هر جایی که باشین. سلام علیکم.